کشیش می آورد، فرق کشیش هم می آورد، فرق کشیش من می آورد. راننده راه با شما بلش کن آقا، مسافراتو زوری نمیشه که بگه آقا. سلام. چرا به ماشین پلیس اصلا اهمیت نمیدی؟ مگه شما راننده راه راه نیستی؟ آقا شما نگفتی راه راه رنگی، من فکر کردم کسی دیگه ای. خیلی خب، مدارک های ماشین تو بیار. چشم. بری آقا بیار اینجا. کارت ماینت هم بیار آقا. این چی آویزونه؟ سیبیله. این سیبیله؟ گوه اینامه؟ اینم که باطل شده؟ میرم دنبالش ندارم. کارت ماشین؟ سیبیل. سیبیل. این خالگوشتیه دیگه نه؟ بله بله. بکن بده. خیلی خوبه. اینم مال من جناب راه راه. شما باید بیای بریم کلانتری ببینیم شرایط چیه برای خودت درست کردی. بیا بالا. ماشین چی میشه؟ نگران ماشین نباش. سرکار رستم زاده. بله قربان. ماشین رو میبری پارکینگ. سلام. سلامتی میاره و این جهت گفتم. خیلی خوب، شما بردار این کلاگیس و سیبیل و خار رو بچسبون رو صورتت، خودتو دوباره گیریم در چشم. حالا از اول تعریف کن ببینم چی شد که کارت به اینجا کشید. ببخشید، از اول اول؟ از اول اول زمانی که 7 سالم بود یادمه توی حیاط داشتم طناب میزدم. اون موقع خیلی حرفه‌ای شده بودم، یعنی هر 1000 تا طناب رو تو 10 دقیقه میزدم. متاسفانه به دلیل شرایط زیستی محیطی، یعنی به دلیل سنگریزا و شنهای فراوانی که کف حیات مرد حسابی، من میگم اصل مطلب رو تعریف کن. تو رفتی خاطرات دوران کودکی تو به من میگی؟ باش چشم، میرم سراغ صبح اولین روز کاری کارمندی خودم. بمانی مادر.
ببین بذار یکم بیشتر بخوابه، هنوز هوا تاریکه، ساعت 4:30. تا بیدار شه صبحونه‌ش رو بخوره لباس بپوشه ساعت 6. این وقت صبح با لباس چرا اینجا وایسادی؟ روز اول کار میخوای تنهایی بری؟ مادر من هنوز خیلی وقت دارم. یعنی چه؟ من خودم میرم. زود باش دیر میشه، وردار وسایلو بریم. مادر من مگه میخوایم بریم سیزه بدر؟ این همه وسیله آخه. اینا فقط وسایل ناهارته پسر گلم. سوار شو. یادش بخیر 40 سال پیشی همچین روزی مرحوم پدرم منو با یه گاری دو اسبه توی نخجوان برد اداره برای استخدام. توی همون اداره بود که من مادرت رو ملاقات کردم. اینجوری نگاش نکن، اون وقتا خیلی خوشگل تر بود. سلام، بنده بمانی نخجوانی هستم. سلام از ماست، منم برجلی سوادکوی هستم. من کارمند جدید این اداره هستم، امروزم اولین روز به اصطلاح کار بنده است. چقدر زود دیگه. ببخشید میشه اینا رو با هم کمک کنیم ببریم؟ چشم چشم. میبینی؟ اولین دوست اداریش. دلم شور میزد، چه خوب تحویلش گرفتن بچه‌مو. جورابچی هستم، مشاور و معاون مدیرامه. بندم بمانی هستم، کارمند جدید شما. خوشحالم که میبینمتون، دوست دارم خودم شخصا اتاقتون رو به شما نشون بدم. راضی به زحمت شما نیستم. اصلا زحمتی نیست، بفرمایید. البته حجم کار ما اینجا خیلی نیست. شلوغه، باز میخوام اینه پیاده روی تجریش میمونه. ما مراجعه کننده علکی زیاد داریم، به شما توصیه میکنم که خیلی جدی نگیرید. اینه اتاقتونه. آقایون معرفی میکنم، همکار جدید شما بمانی. سلام، خوشبختم. ما هم خوشبختیم. بمانی جان، اینجا اتاق استراحت شماست. ببخشید، اتاق استراحت یا کار؟ ما خیلی کار نداریم، زیاد جدی نگیرید. کارمندای این اداره بیشتر استراحت میکنن تا کار. عجب، شما روحیه شوخ‌طبعی دارید. بازم جان جرابچی، من میتونم یه چند تا گلدونه کاکتوس کوچولو تو اتاقم داشته باشم؟ قطعاً. به آقای نخجوانی. سلام جناب محمدی، احوال شما خوبی؟ خوبی چون آقا، این چایو بگی بخور، تازه دمه، اینطوری هم کار نکن، موتور میسوزونی عزیز. شما درد نکنه، خدمت شما جناب محمدی. پدر من 33 سال خدمت کرد، از منم بیشتر کار کرد و موتورم نسوزون. آخه موتورش قدیمی بود. شما آدم شوختری هستی. آره اینجا همه شوختم. بگی این چایو بگی بخور سرد نشو. بگی دست درد. میگم جناب محمدی، من یه چند دقیقه میخوام برم یه کاری انجام بدم، میخواستم مرخصی بگیرم، بعد به کی بگم؟ خب بیبرو من حواسمت. بیبرو. نه بیبرو. خب نه آخه، نه، کار شخصی من دارم. جدی داری میگی؟ بعد واقعا مرخصی؟ آره مرخصی چند دقیقه. باشه، اینجا یه آقای میرکمالی هست، این اتاق بغل، میری ازش مرخصی میگیری؟ بخواه موازو باش بد نخندی.
چرا؟ همینجا. آه ایشون هم آدم شوخ طبعی هستن. با شما خدا بسید. خدا نگه. سلام سلام سلام، صبح پاییزیتون بخیر. خوشحالیم که یک بار دیگه من و همکارانم در خدمت شما هستیم. امیدوارم که پیچ رادیوتون رو نچرخونید و همچنان شنونده این برنامه باشید. یه بار دیگه خورشید از شرق در اومده تا به هممون بگه سلام. این آشناترین کلام. اینجا تهران است، ساعت 7:30 صبح. چطوره با هم دیگه به یک ترانه قشنگ و شاد؟ سلام. سلام. ببخشید. آقای رضا توی دست ببایی من. سلام. من همکار جدیدتونم. آها خانم سعادت. بله. خواهر خانم این دوستمون جناب محمدی. بله خیلی هم سلام رسوندن خدمت. سلام برسونی خدمتون. راحت باشید، خواهش میکنم. خیلی ممنون. فراموش کردم، بندم نخچوانی هستم، البته بمانی نخچوانی. خواهش نباشید. سلام علیکم. سعادت، حضور شما در اینجا واقعا سعادت بزرگی. شما لطف دارید. هر مشکل و مسئله‌ای داشتید فقط به خودم مراجعه کن. امیدوارم بتونیم که هم آقا جوراکی، این دستور پرداخت مساعده ما رو امضا کنید. مساعده؟ مساعده؟ شما در ما چند دفعه مساعده میگیری؟ برای اولین بار قربان. الان که سرم شلوغه، هفته آینده بیا ببینم چی میخوای. همه چی حاضره، فقط امضای شما رو میخوام. با من بس نکن، همین که گفتم ماه آینده میای ببینم چی میخوای. ببخشید همه چیز تکمیل، فقط امضای مدیریت لازمه. هیچ وقت و به هیچ عنوان در اموری که مربوط به شما نیست دخالت نکن. آقای رضا توی دست میبایی. تامورو به کارت برس. چش. خانم سعادت. بله. از موقعی که پرونده استخدام در ارتباط با درخواست شما مبنی بر استخدام شما در این شرکت رو مطالعه کردم، برای همچین لحظه دقیقه شماری میکردم. شما باید کارمند ساعی، منضبط، منظم و قانوندونی باشید. اینم از روی عکس روی پرونده‌تون متوجه شدم. لطف دارین شما. همون از حواس پرتی گردون کجا گذاشته؟ فکر کنم که جناب جورابچی با خودشون بردن. این که بردن میگه. چش بود؟ بنده خدا یه اتفاقی براش اینجا افتاد، آتیش گرفته رفت اصلا. شما هم اصلا نمیخواد نگران باشید، ایشالله کارتون ردیف میشه. خدا عمرتون بده آقا هفتم، مگه شما کاری بکنید؟ خب اینجا راحتی؟ بله خیلی ممنون. ایشون خواهر خانم بنده هستن. بله افتخار آشنایی باشون رو داشتم. این جابری کوپ هست؟ مسافر کشی میکنه، بدبخت گرفتاره. مرد خوبیه، من کاراش انجام دادم. خب اینطوری خسته میشه که عزیزم. اشکال نداره، عوضش فردا جمعه از تعطیل تخت میخوابم، مهم نیست. ای بابا
چه خبر شهر رو بیدار کردی؟ صبح جمعه بذار به مانی جانم بخوابه. مطمئنی صدای من داره اونو بیدار میکنه؟ بجون میوه خوب گیرمون نمیاد جلو مهمونا آبرومون میره ها. داشتم دنبال این میگشتم. بفرما بیدارش کردی؟ بخواب بمانی جان، ما میریم میوه تره بار خرید میکنیم، زود برمیگردیم. من که بیدارم مادر جان. آفرین پسر خوب گل نازنین سرخیز پرسشکارم. موضوع اینه که میدونید من عاشق این تاتی کردن این مردمیم که به ترتیب توی یک صف طولانی ایستادن. من عاشق اون نظمشونم. میدونید آدم به آینده امیدوار میشه. چیه؟ اینا چی رفتی خریدی؟ دلت خوش خرید کردی؟ اگه این وصلت جور شه آقای ظفرمند رو گنج خوابیده. از کجا پیداشون کردی؟ من تو 33 سال زندگی کارمندیم همچین آدمایی ندیدم. با خانومش تو کلاس آشنا شدم. کلاس انگلیسی؟ نه بدنسازی. نمیدونی چه خانوم خوبیه. دخترشم ماهه. میگفت یه کارخونه کفش دارم به چه بزرگی. روزی 1000 تا کفش بیرون میدن. وقتی دخترش عکس بمانی رو دید چشماش چهار تا شد. به بهانه اینکه ما خیلی دلمون میخواد با شما روابط خانوادگی داشته باشیم میخوام بیان که بمانی رو ببینن. ما همینجا منتظر بمون. چشم. اداره و مدیریت کردن یه کارخونه بزرگ خیلی کار مشکلیه. همینطور سرپرستی یه اداره بزرگ توسط یه نیروی جوان و بالیاقت و با استعداد. مدیریت و برنامه ریزی ظفرمند بی نظیره. بمانی جانم داره برای استراتژی اداری برنامه جامع طراحی میکنه. رو راست من خیلی برنامه ها دارم، مخصوصا صادرات کفش به هندوستان. اونجا 1 میلیارد آدم پا برهنه هستش. میدونید 1 میلیارد چقدره؟ پا برهنه گرسنه و فقیر. شما اگه با دید اقتصادی نگاه کنید متوجه میشید که چه سود کنانی تو این فقر خوابیده. باور میکنید ظفرمند نمیتونه فیلمای هندی ببینه؟ وقتی پای برهنشون رو میبینه گریهش میگیره. مگه نه دخترم؟ ماما راست میگه، بابا همین جوریه گریهش میگیره. وقت ببخشید شما همین جوریه؟ یعنی واقعا گریهتون میگیره؟ مرد حسابی مگه من گزارش روزانه از تو خواستم؟ بهت گفتم اصل موضوع رو بگو. اینایی که گفتی کدومش اصل موضوعه؟ بابا من تازه فهمیدم مفهوم اصل مطلب از طرف شما یعنی چی. الان فهمیدم. خدا شو که فهمیدی. خب ببینید اصل مطلب از روزی شروع شد، یعنی از زمانی شروع شد که رئیس منو به اتاقش صدا زد. مرحبا. احسن به اون نونی که شما خوردید. جسارتاً قربان این نون کارمندی بوده. بله کاملا مشخصه، نون حلال کارمندی. بارکلا. البته پدر بنده 33 سال خدمت صادقانم داشتند. کاملا مشخص و پرواز است. به نظر بنده شما باید الگوی بقیه بچه‌ها قرار بگیرید. شما به عنوان معاون و مشاور بنده باید به این نکته مهم توجه داشته باشین که بایستی تو این سازمان یا روحیه ی وظیفه شناسی کارمندان رو بالا ببریم یا از اونا بخوایم که کارشون رو انجام بده. هرگز. قربان ببخشید من نمیتونم اجازه بدم که به جامعه شریف کارمندان بی احترامی بشه. پدر بنده یک کارمند بوده. بنده یک کارمند هستم
و شما به عنوان موافق بنده نیز کارمندی. نباید هویت و شخصیت کارمندان توسط خودمون زیر سوال بره. من مطمئنم که اگر تعریف کاری کارمندان مشخص بشه، محال ممکنه در انجام دادن وظایف خودشون کوتاهی کنن. محاله. آفرین باری کلا به این غیرت و تعصب. آقا همین رمز موفقیت شماست. من به شما قول میدم درجات پیشرفت و در کوتاه‌ترین زمان طی خواهیم کرد. باری کلا البته جسارت قربان، دوره این حرفا الان گذشته. این حرفا بیشتر شبیه شعاره. شعاره؟ بد نیست جناب علی تحت تاثیر همین شعارا قرار بگیرین. فکر میکنم براتون خوب باشه. برو تو رو مثل رو رای که اومدیم بر میدیم. اعصابم خورده پدر. باید فکر اساسی بکنیم. نگران نباش پسرم. با یه مقدار تمرکز و خلاقیت راهشو پیدا میکنیم. بشین. با مس کردن اتاق هیچی درست نمیشه. اینقدر دست کم گرفتیش که ابزار کار از دستت در رفت. با اون قیافه مشمرده و ابلهش فریب انداد. فکر میکردم مثل بقیه است. تا بهشون چیزی نگی کار نمی کنن. اگه یه ذره دیگه اعتراض ارباب رجا ادامه پیدا میکرد شک نداشتم که زیرا به رئیس خورده بود. خودم میشدم رئیس. اما این مردی که تمام نقشه منو نقشه کرد. هنوز دیر نشده. هیچ وقت دیر نیست. تو باید ثابت کنی که پسر من. ثابت میکنم. خدامی چونم دو تا امضای دیگه هم باید ازش بگیری. نمیتونم. کنش نمیتونم. دو تا، فقط دو تا دیگه بگیری کارش تمام. بابا تا حالا به هزار تا بهانه ازش امضا گرفتم. نمیدونم بهش گفتم شبیه این بازیگره ژاپنیه، هندیه. سی تا تا حالا ازش امضا گرفتم. نه نمیشه، گیر نده، نمیشه، دیگه نمیتونم. از اولش هم میدونستم مرزه هیچ کاری رو نهاری. خودم باید دست به کار بشم. چرا همه کارای این اداره رو شما باید انجام بدین؟ خب برای اینکه همه گرفتارن. الان این آقای جابری رو میبینی صبح تا شب با ماشین داره کار میکنه که چندر قاز پول در بیاره. چیکار کنیم؟ تجریف. یا همین آقای کاظمی رو میبینی الان دو ماه دنبال اتاق خالیه برای زن بچهش. خب چیکار کن؟ انقدر نتونسته گیر بیاره که به قول این جوانای امروزی میگن چت زده، روانی شده. مگس میکشن. این جای خالیه میبینی؟ جای آقای مدبره. به خاطر اینکه خرج دخترش رو بیمارستان بتونه بده رفته هنجره و لوزالمعده و پروستات آب شوش شوش و یک قسمت زیادی از رودش رو فروخته. الان این تو هیچی نداره، یعنی کلمن شده، خالی خالی. خب چی کار کنی؟ گرفتاره دیگه. ببخشید شما مفتدی تو درد سر و کارهای منو داری انجام میدید. اکار خانم سعادت. بله. این مال شماست. چی هست؟ مطمئنن اونجا که برید هم براتون راحته هم راضی کننده. حق انتخابم دارم؟ آدم عاقل تو چنین شرایطی تردید نمیکنه. به من اطمینان کنید، شما رو به جایی میرسونم که استحقاقشو دارید. همین حالا تشریف ببرید، امور مالی کارتون رو شروع کنید. ولی من اینجا کارهای عقب مونده زیادی دارم. آقای نقشبانی عزیز جور شما رو میکشن. بله بله البته اگر شما بخواید. بله. بفرمایید بشینید. خواهش میکنم. بسیدم. شما هم خیلی زحمت میکشید. برای شما هم یه فکرای کردم. این کارتون سنگینه. شاید لازم باشه چند وقتی برید استراحت کنید.
خواهش میکنم. البته من از پسش برمیام، اگر اجازه بدن تا ساعت 10-11 شب هم میتونم وایستم. ظاهرا ساعت 8 شب درب ساختمونو میبندن. چرا تقاضای کمک نمی کنی؟ خب پرسنل نداریم. داریم، بمانیم داریم. شما یه تقاضا بنویسید، باقیش با من. بله خواهش میکنم. نیازی نیست بنویسید، فقط امضا کنید. فقط امضا کافی؟ فقط امضا. یه تقاضای دیگه هم به کارگزینی محبت کنید. بله. فقط امضا. اینم فقط امضا. به من ایجان، سعی میکنم شما رو جایی منتقل کنم که متناسب با شعور و پشت کار شما باشه. واقعا ممنونم، خیلی متشکرم. باشم. سلام. سلام، چطوری؟ خوبی شما؟ خوبی؟ کجایی؟ هیچی. ببین این پرونده رو بده دست خانم سعادت، تکمیل شرکت میدی دست خودم، باشه؟ البته خانم سعادت از این بخش به بخش دیگه منتقل شدن. منتقل شده؟ به دستور کی؟ جناب جورابچی. جورابچی؟ بله. ما رو از خونه بدش میاد، دم لونای سبز میشه. مردک ازش با اون ریخت و قیافش اومده خواستگاری فرشته. خواستگاری شرفته جان؟ خواستگاری فرشته خانم سعادت اومدن. چرا هول کردی حالا؟ آها جالبه. خب عجیبه، اصلا باور کردنش برام مشکله. آخه همیشه فکر میکردم صادق‌ترین و درست‌ترین کارمند من همین آقاست. روزگار بدی شده قربان، آدم حتی به چشم خودش هم نمیتونه اطمینان کنه. خانم بگید آقای نقشبانی سری بیا اتاق من. سلام. سلام آقا، تشریف بیارن آقای نقشبانی. شما زیر این برگه رو امضا کردین؟ بله بله، امضای منه دقیقا. میخندین؟ بله. مرد حسابی خجالت نمیکشید؟ چرا؟ با این امضای حضرت عالی کلی سوء استفاده مالی توی اداره شده. آقا یه لطفی کنید نامشون رو بذارید در اختیار کارگزینی باشن، فعلا معلق از کارن تا تکلیف روشن بشه. چرا چرا معلق؟ چرا؟ بفرما آقا جون. آقا چرا؟ آقا راهنماییش کن. بفرما بیرون. سری بگید نامشو تایید کنه. من کاری چه معلق؟ آقا جو بفرمید. آقا یه جوراب چی بود؟ من بگید نامشون رو سریع بزنم بیرون، همین الان خودم امضا کنم. بفرمو بیرون آقا. آقا بفرمو بیرون. آقا جو بفرمو بیرون. با شما میشینی؟ بفرمو بیرون. آقا راهنماییش کن اگه سعی نامشو برداره بیاره. بفرمو من چرا؟ آقا جو بفرمو بیرون. بفرمو آقا راهنماییش کن. چرا برو آقا، برو بیرون آقای محترم. پرورده خانواده خیلی مهمه. از ازنم خرسن می‌زدم که زیر زیر نواد شیطان می‌خوابیده. با اون قیافه عقیده‌اش مرا فریب داد. حداقل 50 میلیون اختلاس کرد. 50 میلیون. شما چه با شایع نفهمانی اختلاس محال این تهمت اگه به من می‌زدی من باور می‌کردم. بمانی بدون ماشین رفته؟ مگه ماشین رو نبرده؟ نه، تو حیاط. نرفته. سلام، صبح بخیر. ادارت پسرم، میدونی ساعت چنده؟ آها نه، اونو که دیگه نمیرم. چی؟
نه، یعنی که امروز نمیرم. هیچ وقت این حرفو جلو من نزن، حتی اگر شوخی باشه. من 33 سال خدمت کردم بدون یک روز تاخیر، بدون یک ساعت غیبت. لابد مرخصی گرفته. مرخصی دیگه چیه؟ من 33 سال خدمت کردم بدون استفاده از یک روز مرخصی. مگه یادت رفته من آپاندیسم او کرد؟ اونقدر درد کشیدم تا منو جمعه عملم کردن. تو هم پسر منی؟ بله. زود باش بریم اداره، من خودم میام پیش رئیس. رئیس؟ نه نه نه، نیازی نیست، من خودم به تنهایی میرم. دیگم هیچ وقت مرخصی نمیگیری. چشم، هرچی شما بگید. آفرین پسرم، آفرین. اینه پسرم، قلبم داشت میگرفت. نه نه دیگه تکرار نمیشه. عصرم زود بیایا، میخواییم بریم خونه آقای ظفرمند واسه خواستگاری دخترش. ازدواج پسرم سرانجام هر زندگی سالمیه. چیه خریدی آخه بابا؟ خیلی گشاده، نه کجا خریدی؟ فعلا که گشاد مده، تازه اندازت میشه. ببین اینا که مهم نیست، مهم اینه که قاب پسر رو بدوزیم و زود قضیه رو فیصله بدیم. ببین یادت باشه که عقد هست تو یه زمان باشه ها. چرا انقدر با عجله؟ چرا انقدر با عجله؟ مثل اینکه حواست نیست تو دومانی که آقا افشار قرار بیاد. خب بیاد. ای میگه خب بیاد. بابا جون پس تو چجوری میخوای در حضور صابخونه اصلی بیگی که خونه مال ماست؟ اصلا مثل اینکه تو جوگیر شدی واقعا. اصلا فکر میکنی که خونه مال منه و من شدم رئیس کارخونه کفش؟ اومدن کارگرا هستن. تو رو خدا نگاهشون کن، آخه تو رو این ریختیشون انتخاب کردی. خب بابا کارگره دیگه، خوشگلش از کجا پیدا میکردم؟ زود باش رو باز کن بیا تو. خیلی خوب. بفرمایید خواهش میکنم. سلام. بفرمایید کشید. سلام علیکم. بله. سلام علیکم. بله. بله. صفا وردین. سلام. سلام رنج فرمودین. سلام. سلام. بله خوبم ان شاء الله. پشت در؟ بله. چه کارتون بدین؟ خواه تموم؟ نه من باش راحتم. آخه داخل گرمه. گرمه؟ نه با این حال من راحتم. من آقا خانم فهمیدم. اگه اجازه بدید تنم باشه. لازمه. ای بابا خیلی خوب خیلی خوب. این گلدون رو بگیر من کتو در بیارم. خب سلام. سلام. خیلی خوش اومدید. خوب هستید؟ خوبی آقا داماد؟ خیلی خوش اومدید. خوش اومدید. خیلی ممنون. صفا بردید. گلی خانم کجان؟ تشریف ندارن؟ بله گلی جون هست.
پسرم یه تلفن به موبایل گلی جون بزن بگو زودتر بیاد دیگه، مهمونا اومدن منتظرن. تلفنشون رو فاکسه. یعنی نیستن؟ چرا گلی جون هستش، گفتم هستن. مطاب نیست که خونه ما سوپلکسه. بعد الان گلی جونم طبقه سومه، خب باید با موبایل بهش اطلاع بدیم تا بیادش. خب بماری جان از اداره چه خبر؟ اداره که خوب هستن. خب الحمدلله. البته من اینو میدونم که ریاست اداره مسئولیت کمی نیست. تو مطمئن باش من برای عرض تبریک فردا میام اداره تو، یه دسته گل خیلی بزرگم میگیرم میام. نه نه اصلا نیازی نیست شما تشریف بیارید اداره. این یکی، بعد دومی که من قرار نیست رئیس، یعنی من رئیس نیستم الان، رئیس اداره من. چی؟ هیچی، من به خانوم هم توی کلاس عرض کردم، یعنی قراره به زودی رئیس بشن. به زودی. خب الان بهتر شد. بله گفته بودم. سلام. سلام. خوش اومدید. دخترم بیا اینجا بشین. گلی جان زحمت چایی میکشی؟ چشم مامان جون. یه 33 سال خدمتم همچین تشریفاتی ندیده بودم. واقعا چایی توشه. من هم همینطور. سلام. سلام. چطورید؟ گل داده. چیز مرخصی میری؟ آره ولی برای همیشه. به همین زودی میدون خالی کردی؟ خب فرشته بهمانی انسان شریفیه، ما اگه تنهاش بذاریم بهش ظلم کردیم. خودت میدون چجور آدمیه. آدمی نیست که به دست و پای جورابچی و رئیس بیفته. ماها باید کمکش کنیم. یادت باشه تا وقتی که اینجا باشی دسترسی به پرونده ها و مدارک جعلی داری. کمکش کنیم. باشه کمکش میکنی. هر روز بیای دنبال من، برو دنبال یه کار باش. تو چه میدونم بشین خونه کتاب بخون مطالعه کن. میفهمم آقای محمد، اینجوری که نمیشه. تو مگه به پدر مادرت نگفتی؟ ای بابا اگه به بابام بگم که درجا سکته میکنه، مادرم بنده خدا از اون بدتر، اصلا نمیشه. تو برو حداقل دنبال کار موقت باش، اینجوری بده. کی به یادم دوست کار میده؟ کی؟ دوست؟ بله دوست. تو مگه دوستی کردی؟ این چطور صحبت که طرز صحبت تو بیا نگاه کن.
وقتی خودت به خودت تهمت میزنی از دیگرون چه انتظاری داری؟ ها؟ نمیدونم آخه پدرم میگه همیشه حق با رئیسه. تو چرا اینجوری هستی؟ من باید بیام پدرتو ببینم. بابا جون، بمانی جون، همه میدونن که تو دوز نیستی. هرچی از دیر سر این جوراب چیه؟ بعد از من و فرشان دنبال کارت. چون کی؟ فرشته. فرشته خانو؟ خانو سعوده. جناب، خانو سعوده دنبال کار منی؟ من هم دنبال کارتم. هم اون هم من. نمیدونم چی بگم. تا زمانی که پرونده رو بشه ممکنه خود طول بکشه. برو با همین ماشین کار کن اصلا. مثل آقای جابری. روزی 20 تومن داره در میاره. 30,000 تومن؟ نه 20 میلیون در میاره. 20 میلیون؟ نه 20 میلیارد. 23 میلیارد واقعا در روز؟ میمونی من هرچی میگه تو باور میکنی؟ سلام علیکم. حال شما چطوره؟ به مرمت از پادی. خیلی ممنون آقای مهندس. دست شما درد نکنه. خداحافظ. خداحافظ. مهندس و کرایه رو ندارد. آی سر با مهندس. آقای جابری. سلام. سلام. بمانی جان کجایی؟ بمانی جان جات تو اداره خیلی خالیه، هممونو کشیدم به کار. حالا چی کاره ای؟ راستش چی؟ بیکار و علاف و سرگردون. این همه مسافر، این همه کار، ماشینم که داری، چرا سرگردان؟ خب از شما چه پنهون؟ من مسافر کشی هم میکنم. خب منتها پول بهم نمیدن. چه جوری آقا پول نمیدن؟ خب ایجی، من بهشون میگم قابل نداره، اونام پیاده میشن میرن. خب مرد حسابی، با این کیپ پوزی که تو زدی، خب منم باشم میگم یا تو دکتری یا مهندسی، اگه پول بهش بدم بهش بر میخوره. خب چیکار کنم؟ آها الان درست شد. ببین یه کلیپ با من میای بغل سم میشیم. خب رانندگی، مسافر کشی، پول بگیری، همه رو بهت چی یاد میدم. پس حرکت، حرکت به سوی برکت. برکت. آره. جابری را جبر دوران پیر کرد، رنج های زندگی
او را از زندگانی سیر کرد. اینا همه از سرودهای من ها. آقا تجریش دو نفر تجریش آقا تجریش دو نفر از خطوبان تجریش دو نفر تجریش بیا بابا تجریش آقا تجریش دو نفر دو مسافر به مقصد تجریش دو مسافر به مقصد تجریش بیا بابا تجریش بدو 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 بید برای تجریش تجهیز دو نفر به دو نفر احتیاجه برای تجهیز با در آهسته به خبر آقا ما این محکم بستم دعوا داری؟ با تو نمیدونی گفت چنده که یه دست با تو نواز کردم 18,000 تومان لا کردم مبارک آقا بریم به منوشون بریم آقا بیا بریم لا 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 موج جبالو بر سینه شورا ورین بود زیبا بود تا با تو بودم آوای رودم شعر و سرودم گویا بود لا 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 ای چرخ گردون توف که نون ما را به این قلقلک بستی توف کنون که آزرده ام از جدایی تو به خاطر آور شب آشنایی تو چته تو همین؟ هیچی بابا صبح جمعه اعصاب آدمو به هم میریزن مردم رحم و مروبت ندارن انصاف هم که کیمیا شده بالاخره میگی چته یا نه؟ چیزی نشده سوار تاکسی شدم کرایه 200 تومان ازم 400 تومان میگیره میگم آقای محترم این دو قدم 400 تومن مردی که بی تربیت میگه اونجوری قدم برداری شلوارت پاره میشه حالا تازه هی میگفت توفو توفو بر چرخ گردون که نون ما رو به این قاربارک بسته تو هم چه توقعایی داری از چه کسایی خب البته اون بنده خودم حق داره اینو بگم ها شما اگه بخوای یه دست مدره معمولی بگیری باید 100,000 تومن پولشو بدی حالا اون اصلا این چی؟ یه دیسکو صفه کلاچ میدونی چه قبابتش باید به سلفی؟ به سلفی؟ یعنی که وتی نه یعنی وچهشو بدهی یا بپردازی مبلغ اون فیشو آقای محمدی سلام به به چطوری؟ چند روزی جلو در اداره نمیبینم تربری استخدام شدی؟ این چند روزی من این خانم سعادت رو نمیبینم مثل که مرخصی هستن نه؟ من احمقو بگو چی فکر میکردم فکر کردم به خاطر دیدن من میاد جلو اداره عجب آدمی هستی خب چرا زودتر نگفتی خب روم نمیشد روم شدن نمیخواد تنها چیزی که خجالت نداره اعتراف به عشق یادت باشه اظهار عشق را به زبان احتیاج نیست ولی هست چندان که شد نگه به نگه آشنا بس هست اما بس نیست ها یه سوال احمقانه ازت بکنم بهم نمیخندی؟ چرا اگه احمقانه باشه میخندم همونم بپرس
آدم چجوری باید بفهمه که عاشق شده؟ سوال سختیه. همین سوالی که پرسیدی خودش نشونه عشق دیگه. یه دوست شاعری داشتم میگفت که خدایا نپذیر که قلب آدم یک نواخت منظم بزنه. اون چیزی که بتونه قلب تو رو به تپش بندازه عشق دیگه. فهمیدی حالا؟ یعنی همه اونایی که قلبشون نامنظم میزنه عاشقن؟ عموی بیچاره من یه عمر قلبش نامنظم میزد، بیچاره کلی رفت دوا دکتر رو درمون بشه. ای وای، مگه عاشق بوده اونم تو اون سن و سال؟ نه حالا چرا حرفا رو داری اینجا میزنی؟ بیاریم تو خونه حرف بزنیم. نه ممنونم، دیگه مزاحم نمیشم. من شما رو میرسونم، بفرمایید. حالا تو ماشین هم حرف بزنیم. میزنیم پاشو بریم بعد. میدونی یه مشکلی که من الان توی خونه دارم اینه که پدر مادرم یه کسی رو برای من در نظر گرفتن که ما دوتایی نسبت به هم هیچ علاقه ای نداریم، یعنی نه من به اون علاقه دارم و اونم از نسبت به من هیچ علاقه ای نداره. حالا فکر کنی فرشته خانومم نسبت به من همین جوری باشه، یعنی قلبش نامنظم بزنه؟ خب چرا نمی خود اداره ازش بپرسیم؟ بپرسیم ازش. اصلا یه کاری کنی، پنج شنبه یه هفته دیگه تولد پسرنه، خب؟ تو یه دستگاه قشنگ برم داری میاری خونه، بقیهش من خودم درست میکنم. چی یه بار دیگه بگو؟ پنج شنبه یه هفته دیگه تولد پسرمه، خب؟ یه دسته گل میگیری میای خونه ما، من بقیه خودم درست میکنم. واقعا؟ آره خب. واقعا خیلی حال میدیم، خیلی با حال میشه اینجا. یعنی کار کنم بمانیم اینجا. خدایا ممنونم. بپا خب خداحافظ. درسته نمونی مادر. نه مواظب خودت باش. باش خداحافظ. 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 خداحافظ پسرم. خدایا افسوس کن. خدایا خدافظ. 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 سی و سه سال من چایی بردم اداره من. خدافظ. خدافظت کنه مادر. سراسیا این دو قلو نارک یفوی دو قرد نارک یفوی جری پرکرد جری پرکرد جری پرکرد جوش تو کنه ممنون آقا. چقدر شد؟ 750 تومن. خود ندارم، 500 تومن میدم. بده من خود دارم، ازاری تو بده. زیاد میگیری یا؟ زیاد نیست خانوم، پارسال من دست موتور رو میخریدم 4 تومن، الان باید 20,000 تومن پول بدم. الان باید خوردشو میدم. یارم نبود، من خود ندارم الان. حالا باشه تو مسیر بعدی بهتون میدم دیگه. بله بعدم بهتون سر را میدمشه. نیاورون نیاورون نیاورون. 4 تومن. 4 تومن. 2 تومن. برو پایین حسله ندارم. نه 4 شما نه 2 من بونیم را بیافت. آقا جان برو به همون مینیبوس و اتوبوس برو. عزیز من عجله دارم. 4 تومنی که تو گفتی را بیافت فقط. یه دست موتور عوض کردم 20 تومن، یه صفحه کلاج عوض کردم 30 تومن، یه پلاتین عوض کردم 17 تومن، دیسکم عوض کردم 46 تومن. ای آقا حرفای جدید بزن، اینا دیگه قدیمی شده. آقا تو کی هست؟ چی شد؟ چرا بایستادی؟ چی؟ آقا من یه خواهشی ازت دارم.
تو مهربون شدی. حالا بهت میگم. آقایی که اون جلو میبینی یه ذره جلتر باشده تو کله، یکی از اقوام ماست، یعنی پدر نامزدمه. آره نمیدونه من مسافر کشی میکنم. میخوام یه چند دقیقه فیلم بازی کنیم. ببین اسم من بمانیه. خب بمانی. دوستای هم دانشکده ای هم هستن. ممنونم کمکم. باشه 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 گرفتم. خیالت راحت بشه. سلام وسیم چطور بمانی جان؟ خوبی شما آقای سفرمند؟ خوبی؟ مشتاق دیدار بفرمایید. مزن نشم. نه آقا مزن نشم. نه بفرمایید. آقا این شاگرد هم ماشین ما رو برده، نمیدونم کدوم گوری رفته، نمیدونم تصادف کرده به جایی زده، خیلی نگرانشم. عجب عجب. این ماشینتون چی هست؟ مدلش بالاست. بالاست؟ آره مدلش. به سلامتی، به سلامتی. جناب کازرونی از دوستای دوره دانشکده است. منم خوشبختم، زفرمندم. واقعا به تبریک میگم، به این سلیقه تبریک میگم. متشکرم آقا، متشکرم. جناب زفرمند، مواظب این بمانی باشی. خیلی شیطونه. شوخی نکنید آقای کازرونی. شوخی کردم، فقط میگم شیطونی، همین، چیز خاصی نگفتم، ولی بچه خوبیه. اتفاقا تو فامیل صحبت از نجابت و متانت آقای بمانی هست. آفرین آفرین آفرین. به 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 به، تعریفت هست تو فامیل. احسن احسن. ببخشید حالا این عروسی کی هست؟ آقای بمانی خبرتون میکنن، از جانب ما دعوت هست. خیلی ممنون از لطفتون. حتما خدمت میرسیم، حتما خدمت میرسیم. بله نگرانم آقای زفرمند. واسه چی؟ نمیخوام شما رو نگران کنم. نه خب بگو ببینید چی شده. کیفم آقا زدن. عجب، کی؟ همین یک ساعت پیش. چی توش بود؟ کیف پول و چک و موبایل و گوشی و همین چیزا دیگه آقا. حالا اینا مهم نیست. خانومم گفته بود گوش و مرغ بخر. آدم چجوری باید شرمنده زن و بچهش باشه؟ حالا تو ازدواج نکردی بمانی جان، نمیدونی شرمندگی زن و بچه یعنی چی. خدا بزرگ جور میشه. آقا آقای کازرونی این کارا چیه؟ نه 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 آقا کازرونی، نه نکنیم کارا رو با من. نه آقا من، نه نه آقا بمانی، نه من نمیخوام آقا. این حرفا چیه؟ این کارا چیه؟ آقا من میدم. نکنیم کارا رو با من. آقا من میدم. نمیخوام آقا. این حرفا چیه؟ آقا نکنیم کارا رو با من. بمانی میدونه من نمیتونم قبولش کنم. آقا من ازم وظیفمه. برو خریده رو بکن. قربون مرامت برم. من شمارتم که روش نوشته شده. هر کاری داشتی بهم زنگ بزن. شب حتما زنگ میزنم، خدمتتون تقدیم میکنم. نگران نباش، منو بمانی نداریم عزیزم، من باهاشون حساب میکنم. واقعا تو چه پدر زنی خواهی داشت. برو خرید کن. شرمنده کردیم بمانی جان. خیلی ممنون واقعا که من تبریک بهت میگم. حالا اگه اجازه بدین بغلا نگه دار که من کم کم از حضور شما مرخص شم. نگردار دیگه. خیلی خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم. بمانی یه موقع تنها نمونی. آی زفرم شب منتظر زفرم. در پناه خدا، قربون شما، خدا بگهتا، خدا. جوان برازنده ای در این دوستیاتون رو بدونید بمانید. بله 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 ایش همین دورو بر نگه داری من پیاده شم. بله بله خواهش میکنم. ممنونم. آقا بمانید بایزتون دیگه، من بایزتون میرم. خواهش میکنم اجازه بدید من این پولو خدمتون بدم. باشه حالا بدید دیگه، نداره.
بس فردا حتما میدم خدمتتون. نگران نباش، میگیرم ازتون. فردا میخوام بیام ادارتون یه سر. اداره برای چی؟ خانم والده فرمودن که ریاست اداره رو میخوام بدم به شما. برای عرض تبریک میخوام بیام خدمتتون. آها، ریاست اداره. خواهش میکنم. باشه، در خدمت باشید. خدافظ. خدافظ. میبینمتون. خدافظ. جوز رو تو منو چنگ دان میارم عوض. پول منو ببینم. پنج هزار تومن منو بده. بمانی عزیز، دوست دوران دبیرستان و مدرسه، قربونت برم. بشین بابا، کالا بردار، پول منو بده. سه قربونت رو یکم یواشتر، اینجا محلمونه. پنج هزار تومن منو بده. باشه باشه، میدم میدم. بمانی جان، چی قدرت میخوام حیثیتتو میبرم. خواهش میکنم یواشتر، اینجا محلمونه، یکم آرومتر. چشم بهت میدم. چشم چشم. من این پوله رو میدونی رفتم یه خورده خرید داشتم، میدونی به خاطر اون من یه خورده مشکل داشتم دیگه، وگرنه حتی... به من چه خرید داشتی؟ به من چه؟ خودی آرومتر. خب من پولم گرفتم از آقای ظفرمندیان، بهشون میدم. ظفرمندیان نه، آقای ظفرمند. پول منو بده، من میخوام برم، من کار دارم. خب باشه، من رفتم خرید کردم مرغ و گوش. یادت میگفتم شرمنده زن بچه نشی. خب الان مهمون داریم، اونا منتظرن. من رفتم برای اونا گوشت و مرغ خریدم. اینو تو میفهمی؟ نمیفهمی؟ الان اینا چقدر شده؟ بقیه پول چقدره؟ بده من هرچی هست بده من. آروم باش. دوست تومن اینجای 48 تومن. 48 هزار تومن؟ نه میدونی 20 تومن مغز داره بدهکار بودم، بهشون هم حساب کرد. اینم پیشت باشه. نه جون تو، به جون تو ناراحت میشم. نه جان، به مانی نه. برو کاملش کن، شیرینیت هم بگیر، مهمونات هم منتظرن. خدافظ. تو دیگه کی هستی با مرام؟ تو دست ظفرمندیان رو پوش بستی؟ خیلی خوب بابا، تو آخرشی. میدونم من شرمندگی در میام. اصلا شکست خوب. باشه، من جبران میکنم، من جبران میکنم. سلام. حالا این کاری چیه؟ نمیه بالا بگی؟ شرمنده، این ظفرمند رو امروز تصادفی تو خیابون دیدن. خب بعد برگشت بهم گفتش که میخواد دست گل این چیز میزا بگیره بیاد اداره من ریاستم رو تبریک بگه. خب حالا من باید چیکار کنم؟ میخوام که یه جورایی دست به سرش میکنم. میگم تو رو به جرم اختلاس دزدی اخراجت کردم، خوبه این؟ نه 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 نه، میدونی اگه به گوش بابام برسه بیچاره سکته میکنه. نه تو رو خدا، نمیدونم یه جوری فردا دست و سرشون کن. ببین فردا صبح اوله وقت بیا دنبالم. خب میریم اداره. ظفرمند که پیدا شد خودت میری پایین باهاش صحبت میکنی. مثلا بهش بگو که چیز، بهش بگو که بگو مثلا وزارتخونه ما جلسه داریم، میخوام بریم جلسه. منم باهات هم دیگه، نه سرویس هم میریم برمیام. یه عذرخواهی تموم میشه میده. آره بدم نیست. آره بدم نیست، نه خوبه. حالا بیا بریم بالای چای بخور، خستگی در بره. نه قربونت برم، چیز عجله دارم باید برم دیگه، دست در نکنم. فرشته میگفت که یه نامه خیلی تند و موثری نوشته بودی واسه مدیر کل، خیلی خوشش اومده. فرشته خانوم راست میگی؟ حالا هم بالاست، ماشین منم تعمیرگاست دیگه، خودت باید ببری برسونیش. پس من برم ماشین رو قفل کنم و بیام دیگه. برو لباس هم فقط نه خوبه، تیپت خوبه، برو خوبه، برو. بمانی؟ بفرمایید. فرناز کیه؟ آقای نخجوانی. چطور بیخبر؟ حالا تو چرا هول شدی؟ خب آخه سر و وضعم خوب نیست. اتفاقا خیلی هم خوبه. یا الله. بفرمایید. یا الله. سلام. بفرمایید. میگم بذار من ببرم.
آبرو ریزی میکنی ها؟ چه خبرته؟ خوبه اینقدر تمرین داشتی با این همه خواستگار. آخر اگه آبرو ریزی نکردی؟ فرناز اینقدر بدجنس نباش، اون که نعمت خواستگاری که. قصه نخور میاد، خودم میبرم. خیلی خوب. سلام. خیلی خوشحالم که شما رو نزدیک مجدد میبینم. باعث افتخار منه که فوق العاده منزل زیبایی با جنابتون، یعنی شوهر خواهرتون. بفرمایید چایی. خیلی محبت که دست شما درد نکنه. بفرمایید. بفرمایید. یمانی میخوای بشینی؟ ببخشید. چه عجب آقای نخجوانی، ما رو قابل دونستی. ما رو که قابل ندونست، هرچی بهش اصرار کردم نیومد. آخر سر یه چیزی بهش گفتم اومد. جاتون شرکت خیلی خالیه. به لطف شما. از دوستان چه خبر؟ والا پرونده ها که تا سقف رفته، صف مراجعه کننده هام که طویل. در صورت اگر کمک بخوان من بدون هیچ چشم داشتی حاضرم بهشون کمک کنم، به شرطی که ازم تقاضای امضا نکنن. اتفاقا داشتیم پیش پای شما با فرشته خانم صحبت میکردیم. کی؟ خانم سعادت. ببخشید. گفتیم بذار یه خورده وقت بگذره، زمانی که دیگه همه زیر بار پرونده مدفون شدن، شما یه دفعه از راه میرسی و با تناب همه رو نجات میدی. اصلا نگران نباشین، مطمئن باشین همه چی درست میشه. امیدوارم. خب من در خدمتم، میتونم شما رو تا جایی برسونم؟ من مزاحم شما نمیشم، خیلی ممنون. نه خواهش میکنم، باعث افتخار من که شما رو برسونم. خب پس فرناز جان، من محمد با خودم میبرم که باهاش ریاضی کار کنم. باشه ببر. پس بریم حاضرش کنیم. بفرمایید. دیوونه. بله. چیز بمانی؟ بمانی. احساسات قلبی تو ترشی نندازی، بهش بگی. باشه. حتما. ببین خواهشن دیگه شوخی با من نکن. من که شوخی کردم با. چرا جلو جمع تناب و این چیزای شوخی کردی؟ من جدی گفتم کاملا این رو. خیلی خوب. آقا ازم یه پول میخری؟ نه عزیزم. آقا ازم یه پول میخری؟ فال نمیخوام عزیزم. آقا ازم فال میخری؟ فال نمیخوام. خب حالا یه دونه ازش کن. باشه. بیا عزیزم، بیا همه شو بیا همه شو. اوه ببخشید. خب آخه چرا حالا این همه؟ خیلی ممنون. میخوای یکیشو انتخاب کنی بخونی؟ یکیشو انتخاب. آمده و چه مشتاق و پریشان بودم تا برفتی ز برم سوء صد شکیر. برم خونه، اگه زنگ زد از اون ور خودم گوشی رو بردارم که یتیم نشم. الو بفرمایید. بی تربیت. کی بود؟ ظفرمن بود؟ اشتباه بود پسرم. چی شده امروز هر کس زنگ میزنه میپرسی ظفرمنده؟ مگه ظفرمند بناست اینجا زنگ بزنه؟ نه
نه. امروز مثل این که توی اداره خیلی با هم عیاق شدیم. نه نمیدونم. گفتم اگر بره کپ کپ دب دبه پسرم رو تو اداره ببینه خیلی بهتره. الو؟ بله بله. اش پسرم با من؟ نه آقای زفرمند نیست؟ برای شماست. دختر چاقه نبوده؟ الو سلام فرشته خانم، خوب هستین؟ ببخشید دیشب مزاحمتون شدم. خواهش میکنم خانم سعادت، چی میگن؟ به اصطلاح این سعادتی بود که من در حضور شما خدمتتون بودم. شما محبت دارین. امروز یه آقای به اسم آقای زفرمند اومده بودن اداره سراغ شما رو میگرفتن. مثل این که خبر نداشتن از وضعیت کاریتون. شما چی بهش گفتین؟ نگران نباشین، من یه جوری دست به سرشون کردم. من برای این مزاحمتون شدم که مجدداً برای پنجشنبه شب دعوتتون کنم، تولد محمد. منتظرتونی. برای حتما میام. در اتاق تو قفل کن پسرم. نه آقا، مثل که شما نمیخوای بری سر اصل مطلب، درسته؟ سرکار رستم‌زاده بیا تو. چه زود اومد. این آقا رو میبری بازداشتگاه، آب خنک میخوره، تا فردا صبح دادگاه تکلیفش روشن. نمیخواد دست من بزنی آقا، برش رو ببر. آقا من نمیدونستم شما اینقدر خشن هستید. من نمیدونستم در مورد عشق حرف زدن اصل مطلب عشق باشه مورد داره. اصلا اینا هیچ ربطی به ما نداره. به ما چه ربطی داره که پدر و مادر شما فالگوش وایسادن؟ هرچند این چیزایی هم که داری میگی زاییده ذهن خودت. درسته ذهن تو زاییده؟ آره زاییده، ولی یه اندکش رو ذهن من زاییده. بالاخره میگی اصل مطلب چیه یا نه؟ آخه بابا من اصلا نمیدونم اصل مطلب چیه. آقای لوی 16 هم بیا جلو. بیا جلو. این سیبیل، این خال، این کلاهیس میگم از کجا آمده؟ آها خب بگید اصل مطلب اینه. خب من که نمیدونستم، پس اصل مطلب اینه. آها خب چشم بهتون میگم. راستش از یک کتک خوردن مفصل من تو یه روزی پیش چیز یه روز خاص پیش اومد. میدونید خیلی صحنه فجیع و خشنی بود. خیلی جرت میکنم، فهمیدی؟ سلام. سلام، چطور؟ حال نداری؟ هیچی بابا، یکی هم مسافرها حرفم شد به خاطر 1000 تومن. بی خیال، این چه سر وضعیه برای خود درست کردی؟ نمیدونم آقا، رو راست بهت بگم، من از بعضی از مسافرها چجوری بگم نمیتونم حقمو بگیرم. میدونی چی میگم؟ حقمو نمیتونم بگیرم. از چی داری؟ در این پنجه بکسا داری یا این شوکرها؟ من نه علوزم خجالت میکشی؟ من نمیدونم، خجالت ترس نمیدونم. خب ببینیم، یه ساعت تو قهوه خونه بشینیم. روزای اول منم مثل خودت بودم، ولی کم کم بهش عادت میکنی و بعدم به این شغلت افتخار میکنی. با قلدربازی کار حل نمیشه، اونم راه داره. این آقا اسماعیل ما تو کار فروش سیبیل و واکولاگیسه. خیلی مخلصی. چکر. علت این اتفاقی که امروز افتاد از قیافه شماست. اینه که گفتم قلدری و اینجور چیزا راهش اینه. یعنی چیه قیافه من چشه؟ ببخشینا ازنه فهمی؟ بفرمایین. های جفه قیافه شما همچین بفهمی نفهمی یه مقداری
تیتریشه. تیتریش هم چی هستن؟ تیتریش؟ تیتریش هم همینی که هستی. ببخشید الان این از این سیبیلات داریم؟ بله که داریم، چند نوش هم داریم، کدا بولم. خال هم دارید از این خالا؟ خال هم داریم، هفشتر رقم، ریز و درشت. آقا من فکر میکنم که یه دونه این سیبیلا دو تا خال با یه کلاگیس بستن باشه. موجوده؟ بله، در خدمتتون. حاضری؟ آره اسمال آقا، بچسب. اسمال آقا دیگه کیه؟ اسمال ببخشید یه دفعه فکر کردم اونجا اسمال آقا همون آقایی که من این سیبیل و این چیزا رو ازش خریدم و میچسبم. آه این اصل مطلب و مرد حسابی زودتر میگفتی. خب دو ساعت الان وقت کلانتری رو گرفتی داری قصه حسین کرد شب سری رو واسه ما تعریف. کیه؟ ایشونه. سلام علیکم جناب صاحب. بفرمایید. خسته نباشه. من دوستم این آقایی هستم که گرفتینشون، دنبال کارشون. کجا نلانیشون؟ اینه هاش. بمانی؟ بله. سلام عرض شد، جورابچی هستم. بابا احوال شما جورابچی؟ حال شما خوبه؟ امرتون؟ با خبر شدیم امروز تولد محمد آقاست، خواستیم جهت عرض ادب خدمت برسیم. جسارتا البته ببخشید من خواستم بپرسم این کی به شما گفت تولد پسر بنده؟ جسارتا توی اوراق استخدامیتون توی کپی شناسنامه‌تون بخش فرزندان. آها خواهش میکنم. البته با خدمت نواز مهدی ببخشید جسارت ها، تولد پسر بنده موکول شده به وقت دیگه. بله ببخشید البته. خدا حافظ. چی شده به مانی جان؟ چرا دیر کردی؟ سلام. هیچی، درگیری داشتم که تموم شد اومدم. بمیرم الهی، لابد تو جلسه‌ای که داشته درگیری شده. دقیقاً یه درگیری، یه جلسه‌ای داشتیم که درگیری توش پیش اومد و که خدا رو شکر حل شد و اومدم. آفرین.
مرحبا پسرم، الحق که پسر خودم هستی. هیچ وقت زیر بار حرف زور نرو، حتی اگر کار به کتک و کتککاری بکشه. طی 33 سال خدمت بارها کتک خوردم، تهمت شنیدم، ولی هیچ وقت زیر بار حرف زور نرفتم. آفرین. بفرمایید. اینم یکی دیگه. اینم هست؟ دیدی؟ بله. میگم الان دیگه وقتشه با این پرونده ها بسپرین دست قانون دیگه، نه؟ پوستشو بکنن. آره. خانم سعادته از اداره زنگ میزنه، دیروزم 10 بار زنگ زد. بله بفرمایی. سلام، حال شما؟ یه مژده دارم براتون. من دیگه انتظار هیچ مژده و معجزه رو ندارم. نه، میخواستم ازتون خواهش کنم اگه ممکنه فردا تشریف بیارین اداره، یه مطلبی هست که میخوام باهاتون در بین بذارم. دست آقای جورابچی رو شده، همه همکارا و رئیس هم فهمیدن که شما بیگناهی. ها؟ به نام خدا و با سلام خدمت تمام همکاران محترم. امروز همه ما خوشحالیم که خورشید فروزان حقیقت چنین تابید و همه چیز رو روشن کرد. قلبم نامنظم میزنه. اینگه قلب شما هم الان نامنظم میزنه. قلب من؟ عجیبه، مال منم نامنظم میزنه. خدا رو شکر. خدا رو شکر. شما هم کارتون تموم شد، دستتون درد نکنه، این مدت خیلی بهتون زحمت دادن. شما هم دیگه مرخصی. اجازه میفرمایید؟ بفرمایید. خدا حافظ. خب برو سر اصل مطلب. اصل مطلب؟ اصل مطلب از روزی شروع میشه که به دنیا اومدم. ببین آقای معاون، داری منو کلافه میکنی. دوران کودکی، نوجوانی، همه اینا رو بگذر، برو سراغ زمانی که از ادارت حکم معاونتت رو گرفت. منظورش که کجا چی شد که معاون شدی؟ منظورم قصه من از اون روزی شروع شد که صبحونه نخورده اومدم اداره.